کانال نظامی فارسی یوتیوب رو لایک، کامنت و سابسکرایب کنید. در این ویدیو به معرفی سامانه هرز نهم می‌پردازیم. تا پایان با ما باشید. سامانه هرز نهم علاوه بر حسگرهای اپتیکی و حرارتی از سامانه مسافت یا به لیزری نیز بهره‌مند است که ضمن افزایش دقت محاسبه پارامترهای شلیک و نیز اصلاح موقعیت هدف با تأمین ورودی‌های دقیق در صورت امکان ردگیری و هدایت لیزری از مقاوم‌ترین سامانه‌ها در شرایط سنگین جنگ الکترونیک خواهد بود. تصاویر منتشر شده گویای یک سامانه موشکی کوتاه برد متحرک دفاع هوایی بر مبنای سامانه مشابه اما نیمه متحرک یا زهرای 3 بود که در سالهای اخیر معرفی شد. در واقع به نظر می رسد بجز تفاوتهایی که در چیدمان حسگرهای الکترواپتیکی پیرامون آنتن رادار وجود دارد، مهمترین تفاوت در دو سامانه یا زهرا و هرز نهم قابلیت تحرک نمونه جدید باشد که در ادامه به ارزش این توانمندی اشاره می کنیم. بر مبنای فیلم منتشر شده از شلیک، موشک مورد استفاده در هر دو سامانه از نوع شهاب ثاقب یا نوع بهینه سازی شده آن است که در گزارش‌های مربوط به سامانه یا زهرا مفصلاً به آن و البته نحوه عملکرد آن پرداخته شده است. نمونه پایه موشک دارای مشخصاتی از قبیل طول 2.93 متر، جرم 84 یا 85.1 کیلوگرم، سرعت 740 متر بر ثانیه، برد 500 تا 8600 متر در برابر اهدافی با سرعت 300 متر بر ثانیه و 11 کیلومتر در برابر بالگردها است. این موشک با اهدافی تا سقف پرواز 5500 متر و بیشینه سرعت 440 متر بر ثانیه یا همان 1.3 ماخ درگیر می شود. اما مصاحبه مسئولان دفاعی گویای یک تفاوت مهم بین دو سامانه فوق است. گفته می شود سامانه هرز نهم به صورت غیر فعال یا پسیو عمل می کند. سامانه های غیر فعال در انواع راداری، حرارتی، بصری و لیزری مطرح می شوند. نحوه عملکرد نوع غیرفعال راداری بدین صورت است که به جای ارسال امواج به سمت هدف که منجر به کشف محل خود سامانه می شود، از امواج ارسال شده توسط فرستنده هایی در محل های دیگر استفاده می شود و سامانه تنها با اتکا به گیرنده راداری امواج بازگشتی از اهداف موجود در پهنه آسمان را دریافت کرده و بر مبنای آنها کار کشف و ردیابی هدف را به انجام می رساند. در سامانه های پسیو حرارتی و اپتیکی نیز طیف حرارتی تولیدی توسط هدف یا نور بازتاب یافته از آن توسط حسگرهای مربوط دریافت و برای ردگیری هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه‌های الکتروپتیکی در هرز نهم در کنار اطلاعات اولیه راداری کار فراهم کردن داده‌های لازم برای ردگیری هدف را به انجام می‌رساند. در هر صورت مزیت بسیار مهم سامانه‌ای که به صورت غیر فعال عمل می‌کند تا قبل از شلیک موشک عدم امکان مکانیابی آن توسط دشمن است. پس از شلیک موشک نیز امکان کشف محل سامانه از روی اثرات شلیک برای حسگرهای الکتروپتیکی دشمن مقدور می‌شود که البته عوامل مختلفی در میزان احتمال این پدیده دخیل هستند که از حوصله این بحث خارج است. مزیت دیگر سامانه‌های غیر فعال عدم امکان ایجاد اختلالات الکترونیکی توسط سامانه‌های جنگ الکترونیک دشمن در آنهاست. بنابراین خود به خود احتمال اصابت موشک به هدف در اولین شلیک و توسط یک موشک به میزان بسیاری افزایش می‌یابد. گفتنی است احتمال اصابت در نسل اولیه سامانه یا زهرا برای شلیک یک موشک به سمت هدف 86-90% و با شلیک دو موشک بیش از 96% عنوان شده است. این در حالی است که در صورت عدم اصابت فیوز مجاورتی موشک عمل کرده و سر جنگی 14 کیلوگرمی آن را منفجر می سازد که شعاع تخریبی آن برای ایجاد آسیبی جدی به یک هواپیمای جنگنده کاملا کافی است، چه رسد به انهدام بالگردها، پهبادها و موشک‌های کروز. سامانه هرز نهم همانند سایر سامانه‌های دفاع هوایی ایران در شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور خدمت خواهد کرد و هم برای شناسایی زود هنگام تهدیدات و هم اولویت بندی آنها از داده‌های فراهم شده توسط طیف وسیعی از رادارهای دوربرد و میانبرد
در فرکانس‌های مختلف شامل رادارهای فعال و غیر فعال مانند مطلع الفجر 1 و 2، کاشف 1 و 2، رادار ملی، رادار علیم، قدیر، سامن، شهاب، سپهر و غیره بهره خواهد برد. نکته قابل توجه دیگر در مورد سامانه‌های هرز 9 و 11 رای 3، تنوع حسگرها برای توانمند باقی ماندن سامانه در تمام شرایط جوی و جنگ الکترونیک است. علاوه بر دوربین‌های دید روزانه، این سامانه دارای سامانه‌های حرارتی احتمالاً از نوع تصویرساز است که احتمال ردگیری هدف در شب و شرایط جوی نامساعد را نیز فراهم می‌سازند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که غنیمت گرفته شدن پهباد RQ-170 تصاویری از ردگیری اپتیکی این هواپیما در سال 88 را به نمایش درآورد که نشان دهنده توان بالای سامانه‌های الکترواپتیکی ایرانی در ردگیری هواپیمایی هستند که حتی اختلاف دمایی با محیط ایجاد نمی‌کند. این سامانه علاوه بر حسگرهای اپتیکی و حرارتی، از سامانه مسافت یاب لیزری نیز بهره‌مند است که ضمن افزایش دقت محاسبه پارامترهای شلیک و نیز اصلاح موقعیت هدف با تأمین ورودی‌های دقیق در صورت امکان ردگیری و هدایت لیزری از مقاوم‌ترین سامانه‌ها در شرایط سنگین جنگ الکترونیک خواهد بود. این گمان زنی را بر این مبنا مطرح می‌کنیم که اولاً سامانه‌های سطح به هوای موشکی بر مبنای عملکرد و هدایت لیزری در دنیا ساخته و به طور موفق در درگیری‌های نظامی استفاده شدند، مانند سامانه RBS-70 سوئدی، و دوم اینکه سابقه ساخت موشک هایی با این نوع هدایت در انواع ضد زره و یک نوع سطح به هوای کوتاه برد یعنی قائم که بر مبنای انواع ضد زره توسعه یافته در کشورمان موجود است. در این صورت سامانه های 11 رای 3 و هرز 9 از دقیق ترین و کشنده ترین سامانه های دفاعی هوای برد کوتاه خواهند بود که در حلقه آخر پدافند یک منطقه قرار گرفته و با اتکا به این توانمندی حرف های بسیاری در نبرد های مدرن برای گفتن خواهند داشت. اما همانطور که در اوایل این گزارش اشاره کردیم، مهمترین تفاوت ظاهری هرز 9 با سامانه 11 رای 3 در قابلیت تحرک آن است. در این سامانه جدید همانند نوع قبلی، موشک‌ها در دو طرف سکوی آنتن رادار ردگیری هدف و حسگرهای الکتروپتیکی قرار گرفتند، اما این ادوات بر روی اتاقک کنترل و فرماندهی واحد شلیک بوده و تمام این مجموعه بر روی یک کامیون کوچک 6 چرخ قرار گرفته است. البته به نظر می رسد در هرز 9 نسبت به سامانه 11 رای 3 تعداد موشک ها از 4 به 2 فروند کاهش یافته است که موجب کاهش پایداری سامانه در محیط های رزمی می شود که از قضا آسمان آن امروزه تنها به هواپیماها و بالگردها اختصاص ندارد، بلکه انبوه پهپادهای شناسایی و رزمی به همراه موشک ها و بمب های دور ایستا نیز فهرست انواع اهداف هوایی را تکمیل تر کردند. از این رو مشاهده می‌کنیم که در سامانه‌های برتر دنیا که همرده با هرز 9 یعنی کوتاه برد و تمام متحرک هستند، مانند تور M2 و پانسیر S1، از تعداد 8 و 12 موشک بهره‌گیری شده است. البته این احتمال نیز وجود دارد که طراحان در این نمونه به دنبال سامانه کم حجم و سبک برای افزایش هرچه بیشتر قابلیت‌های تحرک و حمل و نقل بودند، زیرا حذف دو موشک و پرتابگرها و نگهدارنده های آن در حدود 200 کیلوگرم یا بیشتر جرم سامانه را کاهش می دهد. ممنون از اینکه تا پایان با ما بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.